بعد از مدت ها تلاش شیعیان افغانستان موفق شدند طرح امنیتی را در کشورشان تثبیت کنند تا از طریق امنیت خود را تا حد زیادی تأمین کنند بر اساس این طرح امنیتی منطقه شیعه نشین در کابل پایتخت افغانستان تصویب شد همکارم علی اکبری گزارش می دهد. دفتر ماون دوم ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که طرح امنیتی منطقه شیه نشین قرب کابل در جلسه ویژه امنیتی با حضور رئیس جمهور تایید شده است. طبق بیانیه دفتر سروردانش در این جلسه ویژه امنیتی طرحی که پس از مشورت با مردم این منطقه تهیه شده به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و در انتها مورد تایید قرار گرفته است. گفته شده که در این جلسه از دفتر شورای امنیت ملی خواسته شده تا با ایجاد یک گروه کاری فنی با اشتراک نمایندگان معاونتهای اول و دوم ریاست جمهوری طرح مذکور را به صورت همه جانبه بررسی و طرح نهایی آن را با اقدامات واضح کوتاه مدت میان مدت و دراز مدت به جلسه بعدی ارائه کند. در این جلسه همچنین به ادارات مربوط مخصوصا به وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی هدایت داده شد که هر کدام در حیطه کاری مربوط خود اقدامات عاجل را انجام دهند این تر در حالی تایید شده که قرب کابل اخیرا شاهد ناامنی شدید و انفجارهای مرگبار بوده است در این حملات بیشتر شیعیان هزار هدف قرار گرفتند که از آن به عنوان مستاق بارز نسل کشی یاد می شود. حکومت افغانستان پیش از این نیز بارها در جلسه های مختلف وعده تأمین امنیت شیعیان و هزارها را داده است. این وعده ها تا کنون محقق نشده و شیعیان در این کشور و خصوصا در کابل و دایکندی توسط سنی های تندرو به خاک و خون کشیده میشوند